عفو بین الملل، سیاست‌های ظالمانه طالبان رویاهای دختران افغان را به بند کشیده است. طالبان و ایران، گذرگاه مرزی ملک در پی یک اختلاف جزئی برای چند ساعت بسته شد. طالبان گزارشات درباره حمله هواپیمای بی‌سرنشین به غزنی را تکذیب کردند و همچنان در پایان طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکا غزنی را بمباران کرد. مشروع خبرها: سازمان عفو بین الملل سیاست‌های طالبان در قبال دختران را ظالمانه خواند و آن را حمله سیستماتیک بر یک نسل دانست. این سازمان گفت که با گذشت بیش از 2 سال از سلطه طالبان بر افغانستان، این کشور در آستانه نابودی غیر قابل برگشت قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل در گزارش نسبت به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و چرخه خشونت جنسیتی در حاکمیت طالبان انتقاد کرد. این سازمان گفت که طالبان در 2.5 سال اخیر دور جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده و بدون هیچ واهمه‌ای دست به نقض حقوق بشر میزند. با گفته این سازمان، طالبان به طور سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی عامی حقوق بشر را منحل کرده و حقوق اساسی زنان و دختران افغان را سلب کرده است. در گزارش این سازمان به بازداشت خودسرانه هزاران افغان، شکنجه، ناپدید شدن و قتل آنان اشاره شده است. موضوعاتی که بر رغم چندین گزارش بین‌المللی درباره آن از سوی طالبان رد شده است. رئیس زندان‌های طالبان همزمان با اعترافات اجباری منیجه صدیقی، فعال معترض حقوق زنان در برابر رسانه‌های داخلی، گفت که در زندان‌های این گروه شکنجه وجود ندارد. منیجه صدیقی گفت که در زندان پلچرخی شکنجه نشده و وضعیت او خوب است. پیش از این سازمان عفو بین‌المللی و شماری از گروه‌های فعال حقوق بشر در افغانستان در مورد شکنجه خانم صدیقی و عدم دسترسی به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده بودند. عفو بین‌الملل هشدار داد که روزنامه‌نگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان همچنان در معرض خطر قرار دارند. طالبان و ایران، گذرگاه مرزی ملک در پی یک اختلاف جزئی برای چند ساعت بسته شد. مقام‌های طالبان و جمهوری اسلامی ایران گزارش‌ها درباره درگیری در گذرگاه ملک را رد کرده است. آنان گفتند که از روز پنجشنبه گذرگاه مرزی ملک میان ایران و افغانستان در پی یک اختلاف جزئی برای چند ساعت مسدود شد، اما حالا باز شده است. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ایران، به خبرگزاری ایرانی گفته است که هیچ درگیری میان مزبانان ایران و طالبان صورت نگرفته است. او گفت که عصر پنجشنبه یک اختلاف جزئی در مرز ملک ایجاد شد که اینک برطرف شده است. در همین حال رحیم الله ساجد، سخنگوی والی طالبان در فرا هم تایید کرد که عصر امروز پنجشنبه 16 عمل گذرگاه ملک به علت بروز یک مشکل کوچک از ساعت 2 تا 5 عصر مسدود شده بود. افغانستان انترنشنال در سایت رسمی خود گزارش می‌دهد در حمله هواپیمای بی‌سرنشین در ولسوالی گیروی غزنی 12 تن کشته شده است. منابع در غزنی می‌گویند که هفته گذشته 12 تن از در حمله‌های هواپیمای بی‌سرنشین در ولسوالی گیرو کشته شدند. پیش از این طالبان گفته بود که این افراد در انفجار یک سرگلوله منفجر نشده کشته شده است. افغانستان انترنشنال پشتو به نسخه از نامه دست یافته که بر اساس آن رهبر طالبان در مورد حمله هواپیمای بی‌سرنشین در گیرو در غزنی و نظارت این هواپیما جلسه اضطراری تشکیل داده است. دفتر والی طالبان در غزنی گفت 8 هفته گذشته گفته بود که در نتیجه انفجار یک سرگلوله باقی مانده از دوران حمله شوروی سابق در روستای زدران ولسوالی گیرو 5 زن و 4 کودک کشته شدند. اما منابع این بیانیه طالبان را رد کردند و گفتند که این رویداد ناشی از حمله هواپیمای بی‌سرنشین بود که در آن 12 نفر شامل 3 کارمند وزارت معادن از جمله پسر متی‌الله بغضوی عضو کمیسیون ارزیابی وزارت، 2 جنگجوی طالبان، 4 زن و 3 کودک کشته شدند. به گفته منابع این افراد می‌خواستند که در این منطقه در مورد موجودیت لیتیم تحقیق کنند تا در صورت موجودیت این عنصر کارشناسان چینی را برای تحقیقات بیشتر به آنجا فرا بخوانند. بر اساس اسناد که رسیده، یک روز پس از این حمله پهپادی در گیرو، ملا شیرین آخوند والی قندهار به دستور عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان جلسه اضطراری نظامی برای بررسی حمله پهپادی و پرواز پهپادها تشکیل داد. در این جلسه تاج میر جواد، معاون اداره استخبارات طالبان، حیات الله آخوند، معاون وزارت دفاع طالبان، حیات الله مبارک، معاون ولایت طالبان در غزنی و عبدالاحد طالب، فرمانده نیروهای ویژه محافظ رهبر طالبان و دیگر رهبران طالبان اشتراک داشتند. در این جلسه هیئت برای بررسی موضوع بر ریاست تاج میر جواد تشکیل شد. حمله پهپادی هفته گذشته در حال فاش می شود که عصر روز سه‌شنبه 14 عمل هواپیماهای بی‌سرنشین چندین ساعت بر فراز دفتر حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار گزنی کردند. به گفته منابع، گزنی پهپادهای طالبان را نگران و مجبور کرد که رهبر خود را به یک پایگاه نظامی در ولسوالی پنجوایی منتقل کنند. منابع گفتند که در پای گزنی پهپادها برای چندین ساعت بر فراز دفتر حبت الله آخوندزاده در قندهار، مولوی
عبدالاحد طالب فرمانده نیروهای ویژه امنیتی و این موضوع را یک خطر فوری برای امنیت هیبت الله اخوندزاده خوانده و اقدام به تغییر مکان او کرده است. در روزهای گذشته باشندگان ولایت‌های قندهار، بدخشان، پنجشیر، کنر و لغمان در پیام‌های هم به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که پهپادهای در آسمان این ولایت‌ها دیده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به پرواز این پهپادها آمریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد. مقام‌های آمریکایی پس از خروج این کشور از افغانستان گفتند که ایالات متحده تهدیدهای تروریستی در افغانستان را زیر نظر دارد. شمار از مقام‌های طالبان از جمله وزیر دفاع این گروه و رئیس ارتش این گروه نیز خبر دادند که انتقاد کرده است که حریم هوایی افغانستان هنوز تحت اشغال آمریکا است. در سال 1401 نیز پهپاد ناشناس به یک پایگاه نظامی طالبان در ولایت غزنی حمله کرده بود. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. پایان حمله بر دو مرکز نظامی ایران، 18 مهاجم و 10 نیروی امنیتی کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها درگیری میان نیروهای امنیتی ایران با مهاجمان مسلح در پایگاه نیروهای انتظامی در راسک واقع در سیستان و بلوچستان و مرکز نیروهای دریایی در چابهار با کشته شدن 18 مهاجم و 10 نیروی امنیتی این کشور پایان یافته است. خبرگزاری ایرانی گزارش داد که این افراد وابسته به گروه جیش‌العدل بودند. در گزارش آمده است که شمار دیگر در نتیجه این رویدادها زخمی شدند، اما رقم دقیق آن روشن نیست. گفتنی است که این حمله شب گذشته آغاز شد. گروه جیش‌العدل در این اواخر حمله‌های را شده در مرکز نظامی ایران افزایش داده است. چند پیش نیز در پی حمله این گروه بر یک پایگاه پلیس ایران در سیستان و بلوچستان دست کم 11 نیروی امنیتی این کشور کشته شده بود. شورای امنیت حمله بر کنسولگری ایران در دمشق را محکوم نکرد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با اعلامی پیشنهادی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که حمله بر کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کرده است مخالفت کردند. بر بنیاد گزارش روزنامه آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که بسیار از حقایق حمله بر کنسولگری ایران در دمشق معلوم است و در نشست دو روز شورای امنیت نیز اجماعی در این باره حاصل نشد. اعلامیه‌های مطبوعاتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به تایید 15 عضو شورا برسد و اجماع بر سر آن حاصل شود. حمله هوایی اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت که هفتن آنان از اعضای ارشد سپاه پاسداران بودند. اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته است که خویشتنداری نشان دهد، اما نشست دو روز پیش شورای امنیت با اختلافات میان آمریکا و روسیه نیز همراه بود. مسکو در آن نشست اسرائیل را به شعله اول کردن آتش جنگ متهم کرد، اما نماینده ایالات متحده با تاکید بر اینکه واشنگتن نه دخالت در این حمله داشته و نه پیشاپیش از آن باخبر بود، به تهران در مورد حمله تلافی جویانه به نظامیان آمریکایی در منطقه هشدار داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در رویدادهای مشابهی که اماکن دیپلماتیک مورد حمله قرار می گرفتند همواره با انتشار اعلامیه‌های آن را محکوم می کرد. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشد.